و کسانی که به لقای ما امید ندارند گفتند چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند یا پروردگارمان را نمی بینی؟ قطعاً در مورد خود تکبر ورزیدند و سخت سرکشی کردند. روزی که فرشتگان را ببینند، آن روز برای گناهکاران بشارتی نیست و می گویند دور و ممنوع از رحمت خدایید و به هر گونه کاری که کرده اند می پردازیم و آن را چون گردی پراکنده می سازیم. آن روز جایگاه اهل بهشت بهتر و استراحتگاهشان نیکوتر است. و روزی که آسمان با ابری سپید از هم می شکافد و فرشتگان نزول یابند. آن روز فرمان روایی به حق از آن خدای رحمان است و روزی است که بر کافران بسی دشوار است. و روزی است که ستمکار دستهای خود را می گزد و می گوید ای کاش با پیامبر راهی بر می گرفتم. ای وای کاش فلانی را دوست خود نگرفته بودم. او بود که مرا به گمراهی کشانید پس از آن که قرآن به من رسیده بود و شیطان همواره فرو گذارنده انسان است. و پیامبر خدا گفت پروردگارا قوم من این قرآن را رها کردند و این گونه برای هر پیامبری دشمنی از گناهکاران قرار دادیم و همین بس که پروردگارت راهبر و یاور توست. و کسانی که کافر شدند گفتند چرا قرآن یک جا بر او نازل نشده است؟ این گونه ما آن را به تدریج نازل کردیم تا قلبت را به وسیله آن استوار گردانیم و آن را به آرامی بر تو خواندیم. و برای تو مثلی نیاوردند مگر آن که ما حق را با نیکوترین بیان برای تو آوردیم. کسانی که به رو در افتاده به سوی جهنم رانده می شوند، آنان بدترین جای و گمترین راه را دارند و به یقین ما به موسی کتاب آسمانی عطا کردیم و برادرش هارون را همراه او دستیارش گردانیدیم. پس گفتیم هر دو به سوی قومی که نشانه‌های ما را به دروغ گرفتند بروید. پس ما آنان را به سختی هلاک نمودیم و قوم نوح را آنگاه که پیامبران خدا را تکذیب کردند غرقشان ساختیم و آنان را برای همه مردم عبرتی گردانیدیم و برای ستمکاران عذابی پردرد آماده کردیم. و نیز عادیان و ثمودیان و اصحاب رس و نسل‌های بسیاری میان این جماعت‌ها را هلاک کردیم و برای همه آنان مثل‌ها زدیم و همه را زیر و زبر کردیم. و قطعاً بر شهری که باران بلا بر آن بارانده شد گذشته‌اند مگر آن را ندیدند، چرا ولی امید به زنده شدن ندارند. و چون تو را ببینند جز به ریشخندت نگیرند که آیا این همان کسی است که خدا او را به رسالت فرستاده است؟ چیزی نمانده بود که ما را از خدایانمان اگر بر آن ایستادگی نمی کردیم منحرف کند و هنگامی که عذاب را می بینند به زودی خواهند دانست چه کسی گمراه تر است. آیا آن کس که هوای نفس خود را معبود خیش گرفته است دیدی؟ آیا می توانی ضامن او باشی؟ یا گمان داری که بیشترشان می شنوند یا می اندیشند؟
آنان جز مانند ستوران نیستند، بلکه گمراه ترند. آیا ندیده ای که پروردگارت چگونه سایه را گسترده است؟ و اگر می‌خواست آن را ساکن قرار می‌داد، آنگاه خورشید را بر آن دلیل گردانیدیم. سپس آن سایه را اندک اندک به سوی خود باز می‌گیریم. و اوست کسی که شب را برای شما پوششی قرار داد و خواب را مایه آرامشی و روز را زمان برخاستن شما گردانید. و اوست آن کس که بادها را نویدی پیشاپیش رحمت خیش فرستاد و از آسمان آبی پاک فرود آوردیم تا به وسیله آن سرزمینی پژمرده را زنده گردانیم و آن را به آنچه خلق کرده ایم از دامها و انسانهای بسیار بنوشانیم و قطعاً آن پند را میان آنان گوناگون ساختیم تا توجه پیدا کنند، ولی بیشتر مردم جز ناسپاسی نخواستند. و اگر می‌خواستیم قطعاً در هر شهری هشدار دهنده‌ای برمی‌انگیختیم. پس از کافران اطاعت مکن و با الهام گرفتن از قرآن با آنان به جهادی بزرگ بپرداز. و اوز کسی که دو دریا را موج زنان به سوی هم روان کرد، این یکی شیرین و گوارا و آن یکی شور و تلخ است و میان آن دو مانع و حریمی استوار قرار داد. و اوز کسی که از آب بشری آفرید و او را دارای خیشاوندی نسبی و دامادی قرار داد و پروردگار تو همواره تواناست. و غیر از خدا چیزی را می پرستند که نه سودشان می دهد و نه زیانشان می رساند و کافر همواره در برابر پروردگار خود هم پشت شیطان است. و تو را جز بشارتگر و بیم دهنده نفرستادیم. بگو بر این رسالت اجری از شما طلب نمی کنم جز این که هر کس بخواهد راهی به سوی پروردگارش در پیش گیرد و بر آن زنده که نمی میرد توکل کن و به ستایش او تسبیح گوی و همین بس که او به گناهان بندگانش آگاه است. همان کسی که آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دوست در 6 روز آفرید، آنگاه بر عرش استیلا یافت، رحمتگر عام اوست. درباره وی از خبره‌ای بپرس که می‌داند. و چون به آنان گفته شود خدای رحمان را سجده کنید، می‌گویند رحمان چیست؟ آیا برای چیزی که ما را بدان فرمان می‌دهی سجده کنیم؟ و بر رمیدنشان می‌افزاید. فرخنده و بزرگوار است آن کسی که در آسمان برج‌هایی نهاد و در آن چراغ و ماهی نور بخش قرار داد. و اوست کسی که برای هر کس که بخواهد عبرت گیرد یا بخواهد سپاسگزاری نماید، شب و روز را جانشین یکدیگر گردانید. و بندگان خدای رحمان کسانی‌اند که روی زمین به نرمی گام برمی‌دارند و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند، به ملایمت پاسخ می‌دهند و آنانند که در حال سجده یا ایستاده شب را به روز می‌آورند و کسانی‌اند که می‌گویند پروردگارا عذاب جهنم را از ما بازگردان که عذابش سخت و دائمی است. و در حقیقت آن بد قرارگاه و جایگاهی است. و کسانی‌اند که چون انفاق کنند نه ولخرجی می کنند و نه تنگ می گیرند و میان دو روش حد وسط را برمی گزینند.
و کسانی‌اند که با خدا معبودی دیگر نمی‌خوانند و کسی را که خدا خونش را حرام کرده است جز به حق نمی‌کشند و زنا نمی‌کنند و هر کس اینها را انجام دهد سزایش را دریافت خواهد کرد. برای او در روز قیامت عذاب دوچندان می‌شود و پیوسته در آن خار می‌ماند. مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته کند. پس خداوند بدیهایشان را به نیکیها تبدیل می کند و خدا همواره آمرزنده مهربان است. و هر کس توبه کند و کار شایسته انجام دهد در حقیقت به سوی خدا باز می گردد. و کسانی‌اند که گواهی دروغ نمی دهند و چون بر لغو بگذرند با بزرگواری می گذرند. و کسانی‌اند که چون به آیات پروردگارشان تذکر داده شوند، کر و کور روی آن نمی افتند. و کسانی‌اند که می گویند پروردگارا به ما از همسران و فرزندانمان آن ده که مایه روشنی چشمان ما باشد و ما را پیشوای پرهیزگاران گردان. اینانند که به پاس آن که صبر کردند غرفه های بهشت را پاداش خواهند یافت و در آنجا با سلام و درود مواجه خواهند شد. در آنجا جاودانه خواهند ماند. چه خوش قرارگاه و مقامی. بگو اگر دعای شما نباشد پروردگارم هیچ اعتنایی به شما نمی کند. در حقیقت شما به تکذیب پرداخته اید و به زودی عذاب بر شما لازم خواهد شد. به نام خداوند رحمتگر مهربان. تا سین میم. این است آیه های کتاب روشنگر. شاید تو از این که مشرکان ایمان نمی آورند جان خود را تباه سازی. اگر بخواهیم معجزه‌ای از آسمان بر آنان فرود می آوریم تا در برابر آن گردنهایشان خاضع گردد و هیچ تذکر جدیدی از سوی خدای رحمان برایشان نیامد جز این که همواره از آن روی بر می تافتند. آنان در حقیقت به تکذیب پرداختند و به زودی خبر آنچه که بدان ریشخند می کردند به دیشان خواهد رسید. مگر در زمین ننگریستند که چقدر در آن از هر گونه جفتهای زیبا رویانیده ای. قطعاً در این هنرنمایی عبرتی است ولی بیشترشان ایمان آورنده نیستند. و در حقیقت پروردگار تو همان شکست ناپذیر مهربان است. و یاد کن هنگامی را که پروردگارت موسی را ندا در داد که به سوی قوم ستمکار برو. قوم فرعون آیا پروا ندارند؟ گفت پروردگارا می ترسم مرا تکذیب کنند و سینه‌ام تنگ می گردد و زبانم باز نمی شود، پس به سوی هارون بفرست. و از طرفی آنان بر گردن من خونی دارند و می ترسم مرا بکشند. فرمود نه چنین نیست، نشانه های ما را برای آنان ببرید که ما با شما شنونده ایم. پس به سوی فرعون بروید و بگویید ما پیامبر پروردگار جهانیانی، فرزندان اسرائیل را با ما بفرست. فرعون گفت آیا تو را از کودکی در میان خود نپروردیم و سالیانی چند از عمرت را پیش ما نماندی؟ و سرانجام کار خود را کردی و تو از ناسپاسانی. گفت آن را هنگامی مرتکب شدم که از گمراهان بودم
و چون از شما ترسیدم از شما گریختم تا پروردگارم به من دانش بخشید و مرا از پیامبران قرار داد. و آیا این که فرزندان اسرائیل را بنده خود ساخته ای نعمتی است که منتش را بر من می نهی؟ فرعون گفت و پروردگار جهانیان چیست؟ گفت پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است اگر اهل یقین باشید. فرعون به کسانی که پیرامونش بودند گفت آیا نمی شنوید؟ موسی دوباره گفت پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شما. فرعون گفت واقعا این پیامبری که به سوی شما فرستاده شده سخت دیوانه است. موسی گفت پروردگار خاور و باختر و آنچه میان آن دوست اگر تعقل کنید. فرعون گفت اگر خدایی غیر از من اختیار کنی قطعا تو را از جمله زندانیان خواهم ساخت. گفت گرچه برای تو چیزی آشکار بیاورم؟ گفت اگر راست میگویی آن را بیاور. پس عصای خود بیفکند و بناگاه آن اژدری نمایان شد و دستش را بیرون کشید و بناگاه آن برای تماشاگران سپید مینمود. فرعون به سرانی که پیرامونش بودند گفت واقعا این ساحری بسیار داناست. میخواهد با سحر خود شما را از سرزمینتان بیرون کند. اکنون چه رأی میدهید؟ گفتند او و برادرش را در بند دار و گردآورندگان را به شهرها بفرست تا هر ساحر ماهری را نزد تو بیاورند. پس ساحران برای موعد روزی معلوم گردآوری شدند و به توده مردم گفته شد آیا شما هم جمع خواهید شد؟ بدین امید که اگر ساحران غالب شدند از آنان پیروی کنیم. و چون ساحران پیش فرعون آمدند گفتند آیا اگر ما غالب آییم واقعا برای ما مزدی خواهد بود؟ گفت آری، و در آن صورت شما حتما از زمره مقربان خواهید شد. موسی به آنان گفت آنچه را شما میاندازید بیاندازید. پس ریسمانها و چوب دستیهایشان را انداختند و گفتند به عزت فرعون که ما حتما پیروزیم. پس موسی عصایش را انداخت و بناگاه هرچه را به دروغ برساخته بودند بلعید. در نتیجه ساحران به حالت سجده در افتادند. گفتند به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم، پروردگار موسی و هارون. گفت آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ قطعا او همان بزرگ شماست که به شما سحر آموخته است. به زودی خواهید دانست. حتما دست‌ها و پاهای شما را از چپ و راست خواهم برید و همه تان را به دار خواهم آویخت. گفتند باکی نیست، ما روی به سوی پروردگار خود می‌آوریم. ما امیدواریم که پروردگارمان گناهانمان را بر ما ببخشاید، چرا که نخستین ایمان آورندگان بودیم. و به موسی وحی کردیم که بندگان مرا شبانه حرکت ده، زیرا شما مورد تعقیب قرار خواهید گرفت. پس فرعون مأموران جمع‌آوری خود را به شهرها فرستاد و گفت اینها عده‌ای ناچیزند و راستی آنها ما را بر سر خشم آوردند، ولی ما همگی به حال آماده باش در آمده ایم. سرانجام ما آنان را از باغستانها و چشمسارها و گنجینه‌ها و جایگاه‌های پرناز و نعمت بیرون کردیم.
اراده ما چنین بود و آن نعمتها را به فرزندان اسرائیل میراث دادیم. پس هنگام برآمدن آفتاب آنها را تعقیب کردند. چون دو گروه همدیگر را دیدند، یاران موسی گفتند، ما قطعاً گرفتار خواهیم شد. گفت چنین نیست، زیرا پروردگارم با من است و به زودی مرا راهنمایی خواهد کرد. پس به موسی وحی کردیم، با عصای خود بر این دریا بزن تا از هم شکافت و هر پاره‌ای همچون کوهی سترگ بود و دیگران را بدانجا نزدیک گردانیدیم و موسی و همه کسانی را که همراه او بودند نجات دادیم. آنگاه دیگران را غرق کردیم. مسلماً در این واقعه عبرتی بود، ولی بیشترشان ایمان آورنده نبودند. و قطعاً پروردگار تو همان شکست ناپذیر مهربان است. و بر آنان گزارش ابراهیم را بخوان، آنگاه که به پدر خود و قومش گفت، چه می پرستید؟ گفتند بتانی را می پرستیم و همواره ملازم آنهاییم. گفت آیا وقتی دعا می کنید از شما می شنوند؟ یا به شما سود یا زیان می رسانند؟ گفتند نه، بلکه پدران خود را یافتیم که چنین می کردند. گفت آیا در آنچه می پرستیده اید تأمل کرده اید؟ شما و پدران پیشین شما، قطعاً همه آنها جز پروردگار جهانیان دشمن منند. آن کس که مرا آفریده و همو راه نماییم می کند و آن کس که او به من خوراک می دهد و سیرابم می گرداند و چون بیمار شوم او مرا درمان می بخشد و آن کس که مرا می میراند و سپس زنده ام می گرداند و آن کس که امید دارم روز پاداش گناهم را بر من ببخشاید. پروردگارا به من دانش عطا کن و مرا به صالحان ملحق فرمای و برای من در میان آیندگان آوازه نیکو گذار و مرا از وارثان بهشت پر نعمت گردان و بر پدرم ببخشای که او از گمراهان بود و روزی که مردم برانگیخته می شوند رسوایم مکن، روزی که هیچ مال و فرزندی سود نمی دهد، مگر کسی که دلی پاک به سوی خدا بیاورد، و آن روز بهشت برای پرهیزگاران نزدیک می گردد، و جهنم برای گمراهان نمودار می شود، و به آنان گفته می شود، آنچه جز خدا می پرستیدید کجایند؟ آیا یاریتان می کنند یا خود را یاری می دهند؟ پس آنها و همه گمراهان در آن آتش افکنده می شوند و نیز همه سپاهیان ابلیس. آنها در آنجا با یکدیگر ستیزه می کنند و می گویند سوگند به خدا که ما در گمراهی آشکاری بودیم، آنگاه که شما را با پروردگار جهانیان برابر می کردیم و جز تباهکاران ما را گمراه نکردند، در نتیجه شفاعتگرانی نداریم و نه دوستی نزدیک. و ای کاش که بازگشتی برای ما بود و از مؤمنان می شدیم. حقا در این سرگذشت درس عبرتی است، ولی بیشترشان مؤمن نبودند. و در حقیقت پروردگار تو همان شکست ناپذیر مهربان است. قوم نوح پیامبران را تکذیب کردند، چون برادرشان نوح به آنان گفت آیا پروا ندارید؟ من برای شما فرستاده‌ای در خور اعتمادم، از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید و بر این رسالت اجری از شما طلب نمی کنم. اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست. پس از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید. گفتند آیا به تو ایمان بیاوریم
و حالان که فرومایگان از تو پیروی کرده اند؟ نوح گفت به جزئیات آن چه می کرده اند چه آگاهی دارم؟ حسابشان اگر در می یابید جز با پروردگارم نیست و من طرد کننده مؤمنان نیستم. من جز هشدار دهنده ای آشکار بیش نیستم. گفتند ای نوح اگر دست بر نداری قطعا از جمله سنگسار شدگان خواهی بود. گفت پروردگارا قوم من مرا تکذیب کردند. میان من و آنان فیصله ده و من و هر کس از مؤمنان را که با من است نجات بخش. پس او و هر که را در آن کشتی آکنده با او بود رهانیدیم. آنگاه باقی ماندگان را غرق کردیم. قطعا در این ماجرا درس عبرتی بود ولی بیشترشان ایمان آورنده نبودند. و در حقیقت پروردگار تو همان شکست ناپذیر مهربان است. عادیان پیامبران خدا را تکذیب کردند. آنگاه که برادرشان هود به آنان گفت آیا پروا ندارید؟ من برای شما فرستاده‌ای در خور اعتمادم. از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید و بر این رسالت اجری از شما طلب نمی کنم. اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست. آیا بر هر تپه‌ای بنایی می سازید که در آن دست به بیهوده کاری زنید و کاخهای استوار می گیرید به امید آن که جاودانه بمانید و چون حمله ور می شوید چون زورگویان حمله ور می شوید؟ پس از خدا پروا دارید و فرمانم ببرید و از آن کس که شما را به آن چه می دانید مدد کرد پروا دارید. شما را به دادن دامها و پسران مدد کرد و به دادن باغها و چشم ساران. من از عذاب روزی هولناک بر شما می ترسم. گفتند خواه اندرز دهی و خواه از اندرز دهندگان نباشی برای ما یکسان است. این جز شیوه پیشینیان نیست و ما عذاب نخواهیم شد. پس تکذیبش کردند و هلاکشان کردیم. قطعا در این ماجرا درس عبرتی بود ولی بیشترشان ایمان آورنده نبودند. و در حقیقت پروردگار تو همان شکست ناپذیر مهربان است. ثمودیان پیامبران خدا را تکذیب کردند. آنگاه که برادرشان صالح به آنان گفت آیا پروا ندارید؟ من برای شما فرستاده‌ای در خور اعتمادم. از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید و بر این رسالت اجری از شما طلب نمی کنم. اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست. آیا شما را در آن چه اینجا دارید آسوده رها می کنند و در باغ‌ها و در کنار چشم ساران و کشتزارها و خرمابنانی که شکوفه هایشان لطیف است و هنرمندانه برای خود از کوها خانه هایی می تراشید؟ از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید و فرمان افراطگران را پیروی مکنید. آنان که در زمین فساد می کنند و اصلاح نمی کنند. گفتند قطعا تو از افسون شدگانی. تو جز بشری مانند ما بیش نیستی. اگر راست میگویی معجزه‌ای بیاور. گفت این ماده شطوری است که نوبتی از آب او راست و روزی معین نوبت آب شماست و به آن گزندی مرسانید که عذاب روزی هولناک شما را فرو میگیرد. پس آن را پی کردند و پشیمان گشتند. آنگاه آنان را عذاب فرو گرفت. قطعا در این ماجرا عبرتی است ولی بیشترشان ایمان آورنده نبودند. و در حقیقت
پروردگار تو همان شکست ناپذیر مهربان است. قوم لوط فرستادگان را تکذیب کردند. آنگاه که برادرشان لوط به آنان گفت، آیا پروا ندارید؟ من برای شما فرستاده‌ای در خور اعتمادم. از خدا پروا دارید و فرمانم ببرید. و بر این رسالت اجری از شما طلب نمی کنم. اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست. آیا از میان مردم جهان با مردها در میامیزید؟ و آنچه را پروردگارتان از همسرانتان برای شما آفریده وامی گذارید؟ نه، بلکه شما مردمی تجاوزکارید. گفتند، ای لوط، اگر دست بر نداری، قطعاً از اخراج شدگان خواهی بود. گفت، به راستی من دشمن کردار شمایم. پروردگارا، مرا و کسان مرا از آنچه انجام می‌دهند رهایی بخش. پس او و کسانش را همگی رهانیدیم، جز پیرزنی که از باقی ماندگان در خاکستر آتش بود. سپس دیگران را سخت هلاک کردیم و بر سر آنان بارانی از آتش گوگرد فرو ریختیم و چه بد بود باران بیم داده شدگان. قطعا در این عقوبت عبرتی است، ولی بیشترشان ایمان آورنده نبودند و در حقیقت پروردگار تو همان شکست ناپذیر مهربان است. اصحاب ایکه فرستادگان را تکذیب کردند. آنگاه که شعیب به آنان گفت، آیا پروا ندارید؟ من برای شما فرستاده‌ای در خور اعتمادم. از خدا پروا دارید و فرمانم ببرید. و بر این رسالت اجری از شما طلب نمی کنم. اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست. پیمانه را تمام دهید و از کم فروشان مباشید و با ترازوی درست بسنجید و از ارزش اموال مردم مکاهید و در زمین سر به فساد بر مدارید و از آن کس که شما و خلق انبوه گذشته را آفریده است پروا کنید. گفتند، تو واقعا از افسون شدگانی و تو جز بشری مانند ما بیش نیستی و قطعا تو را از دروغگویان می دانیم. پس اگر از راستگویانی پاره ای از آسمان بر سر ما بیفکن. شعیب گفت، پروردگارم به آن چه می کنید داناتر است. پس او را تکذیب کردند و عذاب روز ابر آتشبار آنان را فرو گرفت. به راستی آن عذاب روزی هولناک بود. قطعا در این عقوبت درس عبرتی است، ولی بیشترشان ایمان آورنده نبودند. و در حقیقت پروردگار تو همان شکست ناپذیر مهربان است و راستی که این قرآن وحی پروردگار جهانیان است. روح الامین آن را بر دلت نازل کرد تا از جمله هشدار دهندگان باشی به زبان عربی روشن و وصف آن در کتاب‌های پیشینیان آمده است. آیا برای آنان این خود دلیلی روشن نیست که علمای بنی اسرائیل از آن اطلاع دارند؟ و اگر آن را بر برخی از غیر عرب زبانان نازل می کردیم و پیامبر آن را بر ایشان می خواند به آن ایمان نمی آوردند. این گونه در دلهای گناهکاران انکار را راه می دهیم که به آن نگروند تا عذاب پردرد را ببینند که به طور ناگهانی در حالی که بیخبرند به دیشان برسد و بگویند، آیا مهلت خواهیم یافت؟ پس آیا عذاب ما را به شتاب می‌خواهند؟ اگر نمی‌دانی که اگر سالها آنان را برخوردار کنیم و آنگاه آنچه که بدان بیم داده می‌شوند به دیشان برسد، آنچه از آن برخوردار می شدند به کارشان نمی آید و عذاب را از آنان دفع نمی کند؟
و هیچ شهری را هلاک نکردیم مگر آن که برای آن هشدار دهندگانی بود، تا آنان را تذکر دهند و ما ستمکار نبودیم و شیطانها آن را فرود نیاوردند و آنان را نسزد و نمی توانند وحی کنند. در حقیقت آنها از شنیدن معزول و محرومند. پس با خدا خدای دیگر مخوان که از عذاب شدگان خواهی شد و خیشان نزدیکت را هشدار ده و برای آن مؤمنانی که تو را پیروی کرده اند بال خود را فرو گستر و اگر تو را نافرمانی کردند بگو من از آن چه می کنید بیزارم و بر خدای عزیز مهربان توکل کن. آن کس که چون به نماز برمیخیزی تو را می بیند و حرکت تو را در میان سجده کنندگان می نگرد. او همان شنوای داناست. آیا شما را خبر دهم که شیاطین بر چه کسی فرود می آیند؟ بر هر دروغ زن گناهکاری فرود می آیند که دزدانه گوش فرا می دارند و بیشترشان دروغ گویند و شاعران را گمراهان پیروی می کنند. آیا ندیده ای که آنان در هر وادی سرگردانند؟ و آنانند که چیزهایی می گویند که انجام نمی دهند. مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و خدا را بسیار به یاد آورده و پس از آن که مورد ستم قرار گرفتند یاری خواستند و کسانی که ستم کرده اند به زودی خواهند دانست به کدام بازگشتگاه برخواهند گشت. به نام خداوند رحمتگر مهربان. تا سین. این است آیات قرآن و آیات کتابی روشنگر که مایه هدایت و بشارت برای مؤمنان است، همانان که نماز برپا می دارند و زکات می دهند و خود به آخرت یقین دارند. کسانی که به آخرت ایمان ندارند کردارهایشان را در نظرشان بیاراستیم تا همچنان سرگشته بمانند. آنان کسانی‌اند که عذاب سخت برای ایشان خواهد بود و در آخرت خود زیانکارترین مردمند. و حقاً تو قرآن را از سوی حکیمی دانا دریافت می‌داری. یاد کن هنگامی را که موسی به خانواده خود گفت من آتشی به نظرم رسید، به زودی برای شما خبری از آن خواهم آورد یا شعله آتشی برای شما می آورم، باشد که خود را گرم کنید. چون نزد آن آمد آوا رسید که خجسته و مبارک گردید آن که در کنار این آتش و آن که پیرامون آن است و منزه است خدا پروردگار جهانیان. ای موسی، این منم خدای عزیز حکیم و عصایت را بیفکن. پس چون آن را همچون ماری دید که می جنبد پشت گردانید و به عقب باز نگشت. ای موسی، مترس که فرستادگان پیش من نمی ترسند. لیکن کسی که ستم کرده سپس بعد از بدی نیکی را جایگزین آن گردانیده بداند که من آمرزنده مهربانم. و دستت را در گریبانت کن تا سپید بی عیب بیرون آید. اینها از جمله نشانهای نهگانه ایست که باید به سوی فرعون و قومش ببری، زیرا که آنان مردمی نافرمانند. و هنگامی که آیات روشنگر ما به سویشان آمد گفتند این سحری آشکار است، و با آنکه دلهایشان بدان یقین داشت
از روی ظلم و تکبر آن را انکار کردند. پس ببین فرجام فسادگران چگونه بود. و به راستی به داوود و سلیمان دانشی عطا کردیم و آن دو گفتند ستایش خدایی را که ما را بر بسیاری از بندگان با ایمانش برتری داده است. و سلیمان از داوود میراث یافت و گفت ای مردم، ما زبان پرندگان را تعلیم یافته‌ایم و از هر چیزی به ما داده شده است. راستی که این همان امتیاز آشکار است. و برای سلیمان سپاهیانش از جن و انس و پرندگان جمع‌آوری شدند و برای رژه دست دست گردیدند. تا آنگاه که به وادی مورچگان رسیدند، مورچه‌ای به زبان خیش گفت ای مورچگان، به خانه هایتان داخل شوید، مبادا سلیمان و سپاهیانش ندیده و ندانسته شما را پایمال کنند. سلیمان از گفتار او دهان به خنده گشود و گفت پروردگارا، در دلم افکن تا نعمتی را که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای سپاس بگذارم و به کار شایسته‌ای که آن را میپسندی بپردازم و مرا به رحمت خیش در میان بندگان شایستت داخل کن. و جویای حال پرندگان شد و گفت مرا چه شده است که هدهد را نمیبینم؟ یا شاید از غایبان است. قطعا او را به عذابی سخت عذاب می کنم یا سرش را می برم، مگر آنکه دلیلی روشن برای من بیاورد. پس دیری نپایید که هدهد آمد و گفت از چیزی آگاهی یافتم که از آن آگاهی نیافته ای و برای تو از سبع گزارشی درست آورده ام. من آنجا زنی را یافتم که بر آنها سلطنت می کرد و از هر چیزی به او داده شده بود و تختی بزرگ داشت. او و قومش را چنین یافتم که به جای خدا برای خورشید سجده می کنند و شیطان اعمالشان را بر ایشان آراسته و آنان را از راه راست باز داشته است. در نتیجه به حق راه نیافته بودند. آری شیطان چنین کرده بود تا برای خدایی که نهان را در آسمانها و زمین بیرون می آورد و آنچه را پنهان می دارید و آنچه را آشکار می نمایید می داند سجده نکند. خدای یکتا که هیچ خدایی جزو نیست، پروردگار عرش بزرگ است. گفت خواهیم دید آیا راست گفته ای یا از دروغ گویان بوده ای. این نامه مرا ببر و به سوی آنها بیفکن. آنگاه از ایشان روی برتاب، پس ببین چه پاسخ می دهند. ملکه سبا گفت ای سران کشور، نامه ای ارجمند برای من آمده است که از طرف سلیمان است و مضمون آن این است: به نام خداوند رحمتگر مهربان، بر من بزرگی مکنید و مرا از در اطاعت درآیید. گفت ای سران کشور، در کارم به من نظر دهید که بی حضور شما تا به حال کاری را فیصله ندادم. گفتند ما سخت نیرومند و دلاوریم، ولی اختیار کار با توست، بنگر چه دستور می دهی؟ ملکه گفت پادشاهان چون به شهری درآیند، آن را تباه و عزیزانش را خار می گردانند و این گونه می کنند. و اینک من ارمغانی به سویشان می فرستم و می نگرم که فرستادگان من با چه چیز باز می گردند. و چون فرستاده نزد سلیمان آمد، سلیمان گفت
آیا مرا به مالی کمک می دهید؟ آنچه خدا به من عطا کرده بهتر است از آنچه به شما داده است. نه، بلکه شما به ارمغان خود شادمانی می نمایید. به سوی آنان بازگرد که قطعا سپاهیانی بر سر ایشان می آوریم که در برابر آنها تاب ایستادگی نداشته باشند و از آن دیار به خارج و زبونی بیرونشان می کنیم. سپس گفت: ای سران کشور، کدام یک از شما تخت او را پیش از آن که مطیعانه نزد من آیند برای من می آورد؟ عفریتی از جن گفت: من آن را پیش از آن که از مجلس خود برخیزی برای تو می آورم و بر این کار سخت توانا و مورد اعتمادم. کسی که نزد او دانشی از کتاب الهی بود گفت: من آن را پیش از آن که چشم خود را بر هم زنی برایت می آورم. پس چون سلیمان آن تخت را نزد خود مستقر دید گفت: این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا سپاس گذارم یا ناسپاسی می کنم. و هر کس سپاس گذارد تنها به سود خیش سپاس می گذارد و هر کس ناسپاسی کند بی گمان پروردگارم بی نیاز و کریم است. گفت: تخت ملکه را برایش ناشناس گردانید تا ببینیم آیا پی می برد یا از کسانی است که پی نمی برند. پس وقتی ملکه آمد بدو گفته شد: آیا تخت تو همین گونه است؟ گفت: گویا این همان است و پیش از این ما آگاه شده و از در اطاعت در آمده بودی. و در حقیقت قبلن آنچه غیر از خدا می پرستید مانع ایمان او شده بود و او از جمله گروه کافران بود. به او گفته شد: وارد ساحت کاخ پادشاهی شو. و چون آن را دید برکه ای پنداشت و ساقهایش را نمایان کرد. سلیمان گفت: این کاخی مفروش از آبگینه است. ملکه گفت: پروردگارا، من به خود ستم کردم و اینک با سلیمان در برابر خدا پروردگار جهانیان تسلیم شدم. و براستی به سوگ سمود برادرشان صالح را فرستادیم که خدا را بپرستید. پس به ناگاه آنان دو دسته متخاصم شدند. صالح گفت: ای قوم من، چرا پیش از جستن نیکی شتاب زده خواهان بدی هستید؟ چرا از خدا آمرزش نمی خواهید؟ باشد که مورد رحمت قرار گیرید. گفتند: ما به تو و به هر کس که همراه توست شگون بد زدیم. گفت: سرنوشت خوب و بدتان پیش خداست، بلکه شما مردمی هستید که مورد آزمایش قرار گرفته اید. و در آن شهر 9 دسته بودند که در آن سرزمین فساد می کردند و از در اصلاح در نمی آمدند. با هم گفتند: با یکدیگر سوگند بخورید که حتما به صالح و کسانش شبیخون می زنیم. سپس به ولی او خواهیم گفت: ما در محل قتل کسانش حاضر نبودیم و ما قطعا راست می گوییم. و دست به نیرنگ زدند و ما نیز دست به نیرنگ زدیم و خبر نداشتند. پس بنگر که فرجام نیرنگشان چگونه بود. ما آنان و قومشان را همگی هلاک کردیم و این هم خانه های خالی آنهاست به سزای بیدادی که کرده اند. قطعا در این کیفر برای مردمی که می دانند عبرتی خواهد بود. و کسانی را که ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند رهانیدیم. و یاد کن لوط را که چون به قوم خود گفت: آیا دیده و دانسته مرتکب عمل ناشایست می شوید؟ آیا شما به جای زنان
از روی شهوت با مردها در میامیزید؟ نه، بلکه شما مردمی جهالت پیشید.